با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی، با بخش خبری نور در خدمت شما عزیزان هستیم. طبق روال روزهای گذشته، نخست سرخط خبرها. کیانوش جانبخش: برای انتصاب مدیران اهل سنت ذره‌بین بر نداریم. کشته و زخمی شدن دو کولبر در سردشت و پاوه. امریکا یک رهبر گروه بحرینی مقیم ایران را در فهرست تروریسم قرار داد. سخنان ناطق نوری درباره کاهش اعتماد مردم به نظام ایران. اوپک: تولید نفت ایران برای دومین ماه متوالی کاهش یافت. حضور اندیشمندان جهان اسلام در 43مین همایش حج. و کشتار عمدی نیروهای امدادی توسط رژیم صهیونیستی. نماینده هرمزگان در شورای عالی استانها به بیان اینکه وزارتخانه ها جای شایستگان از هر قوم و مذهب است، از سهم بسیار اندک اهل سنت در مدیریت ها و مناصب انتقاد کرد. کیانوش جهانبخش که در 8مین اجلاس عمومی استانها صحبت می کرد، خاطر نشان ساخت: متاسفانه اهل سنت سهم بسیار کمی در مدیریت و مناصب دارند. چرا برای انتصاب مدیران اهل سنت تأمل بسیار داریم و ذره‌بین برمی‌داریم. اعتماد عمومی و ملی که بزرگترین سرمایه نظام است، تنها در سایه عدالت و شایسته سالاری ارتقا می‌یابد. نماینده هرمزگان در شورای عالی استانها در ادامه تصریح کرد: با وجود بیش از 1000 منصب و سمت کلیدی همچون معاون رئیس جمهور، وزیر، معاون وزیر، استاندار و غیره، هیچگاه سهم هرمزگان و استانهای محروم دیده نمی شود، در حالی که وزارتخانه ها جای حضور شایستگان از هر قوم و مذهب است. وی همچنین به حضور کشتی های صیاد چینی در آبهای خلیج فارس اشاره کرد و خطاب به مسئولین گفت: در بحث صید ناروای کشتی های بزرگ و صنعتی چینی که دریا را جارو می کنند و نسل آبزیان را از بین می برند، به مشاهدات و حرف مردم و صیادان شریف هرمزگان اعتماد کنید و دست از بازی کی بود من نبودم که بسیار نخنما و تهوع آور است بردارید. جهانبخش بر لزوم بازنگری در تعریف قاچاق در کشور تاکید کرد و گفت که وقت آن است که باز تعریفی از قاچاق و قاچاقچی در هرمزگان و سایر نقاط مرزی میهن داشته باشیم تا مردم هرمزگان همچون گذشته های دور به کسب روزی حلال از دریا ادامه دهند و معاش خود را تامین کنند. مردم هرمزگان قاچاقچی و شرور نیستند، بلکه قاچاقچی راندخارانی هستند که به صورت سازمان یافته ضربات مهلک اقتصادی به کشور وارد می کنند. یک کولبر از اهالی شهرستان مهاباد در پی شلیک مستقیم نیروهای انتظامی در شهرستان سردشت جان خودش را از دست داد. چند روز پیش هم یک کولبر از اهالی شهرستان پاوه در پی انفجار مین به شدت مجروح شد. روز سه‌شنبه 23 مرداد 1397، یک کولبر به نام اسماعیل عزیزی از اهالی شهرستان مهاباد در نقطه صفر مرزی کانی زرد سردشت با شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی جان خود را از دست داد. وی بدون اخطار قبلی و به ظن حمله کالای قاچاق مورد هجوم قرار گرفته است. پیش از این نیز روز یکشنبه 21 مرداد یک کولبر به نام صبور یاری 31 ساله و از اهالی روستای شمشیر از توابع بخش مرکزی پاوه در پی انفجار مین به شدت زخمی شد و یک پای خود را از دست داد. وزارت امور خارجه امریکا قاسم عبدالله علی الاحمد، مشهور به قاسم المؤمن، فرمانده گروه بحرینی گردان الاشتر که مقیم ایران است، را در فهرست تروریسم قرار داد. به گزارش خبرگزاری ها، در بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا آمده است که قاسم المؤمن بنابر ماده اجرای 13224 ایالات متحده به عنوان تروریست بین المللی شناخته می شود. در این بیانیه آمده است: المؤمن یکی از رهبران گردان های الاشتر است که مقر آن در ایران قرار دارد.
این گروه از سوی ایالات متحده به عنوان گروهی تروریستی شناخته می شود که سعی در سرنگونی نظام بحرین دارد. المؤمن از راه آموزش کاربرد اسلحه و مواد منفجره به اعضای گردان‌های لشکر و تجهیز آنان به منابع مالی، اسلحه و مواد منفجره برای انجام حملات نوامبر 2017 اقدام به جذب و مجهزسازی نیروهای تروریست در بحرین کرده است. گروه گردان‌های لشکر از زمان تأسیسش در سال 2012 مسئولیت ترور تعدادی از نیروهای انتظامی و امنیتی بحرین را بر عهده گرفته است. این گروه توسط دو نفر به نام‌های احمد یوسف سرحان و جاسم احمد عبدالله که پس از یک حمله مسلحانه به ایران گریختند تأسیس شد. اعضای این گروه در عراق آموزش‌های مختلف نظامی مانند ساخت بمب‌های تله‌ای و روش‌های مختلف استفاده از اسلحه را آموزش دیدند. این آموزش‌ها توسط گروه گردان‌های حزب الله عراق تحت حمایت سپاه قدس ایران انجام شده است. علی اکبر ناطق نوری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اذعان به اینکه در ایران مشکلاتی وجود دارد گفته است که مردم ایران به نظام اعتماد ندارند. ناطق نوری در سخنانی با بیان اینکه اعتماد مردم به دلیل عمل کرده ما کم شده است گفت ما از قبل هم مشکلات خارجی داشتیم اما آنها را طی کردیم، ما مسائل داخلی داریم. وی در ادامه توضیح داد مردم در ابتدای انقلاب و زمان امام با کپون و جیره زندگی می کردند، بمباران می شدند و بچه های خود را به جبهه می فرستادند، اما در این حال به حضرت امام و نظام عشق می ورزیدند. اما امروز متاسفانه اعتماد مردم به دلیل عملکرد نظام کم شده است. ما از قبل هم مشکل خارجی داشتیم اما آنها را طی کردیم، ما مسائل داخلی داریم. این اولین بار نیست که مسئولان بلند پایه در ایران از کاهش اعتماد عمومی به نظام سخن می گویند. پیش از این محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران با انتشار پیام ویدئویی گفته بود اعتماد مردم به نظام به دلیل عمل کرده بد و ناکارآمدی سیاست‌های آن از بین رفته است. احمدی نژاد ضمن هشدار به ادامه این روند خواستار استعفای دولت حسن روحانی شد. قبل از اون نیز محسن هاشمی رفسنجانی از اعتماد عمومی سلب شده از نظام سخن به میان آورده بود. سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک میگوید که تولید نفت ایران طی دو ماه ژوئن و ژوئیه به صورت متوالی کاهش یافته است. بعد از اعلام خروج آمریکا از توافق هسته‌ای در ماه مه، تولید نفت ایران روند کاهشی تصاعدی را آغاز کرده است. بر اساس گزارش اخیر اوپک، تولید روزانه نفت ایران طی ماه ژوئن نسبت به ماه مه حدود 29 هزار بشکه و در ماه ژوئیه نسبت به ماه ژوئن 56300 بشکه کاهش پیدا کرده است. این گزارش میزان تولید روزانه نفت ایران در ماه گذشته را 3,737,000 بشکه ارزیابی کرده است. کاهش روزانه بیش از 85,000 بشکه تولید نفت ایران طی ماه گذشته در حالی است که دور اول تحریم‌های آمریکا که بیشتر حول مسائل مالی است هفته گذشته آغاز شد و هنوز 3 ماهی به تحریم‌های نفتی ایران مانده است. آمریکا در ابتدای خروج از برجام گفته بود که در نظر دارد صادرات نفت ایران را به صفر برساند که به معنی کاهش روزانه 2.1 میلیون بشکه تولید و صادرات نفت ایران است، اما سپس اعلام کرد که برای برخی از مشتریان در صورت کاهش چشمگیر خرید نفت ایران معافیت خواهد داد. خبرگزاری بلومبرگ اخیراً از قول چند منبع آگاه در دولت آمریکا گزارش داد که این کشور در نظر دارد صادرات روزانه نفت ایران را در این مرحله 1 میلیون بشکه کاهش دهد. 43مین همایش بین المللی حج فردا با حضور علما، اندیشمندان و نخبگان جهان اسلام در مکه برگزار می شود. کمیته برگزار کننده 43مین همایش بین المللی حج که روز 24 مرداد ماه با نظارت صالح بن طاهر
وزیر حج و عمره عربستان در مکه مکرمه کار خود را آغاز می کند اعلام کرد همایش امسال با عنوان افتخار زمان و مکان در آرامش و امنیت برگزار می شود که به مفهوم حج به عنوان یک اجتماع دینی و علمی اشاره دارد که از طریق آن مسلمانان شرق و غرب با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و با هم آشنا می شود. در همین رابطه عبدالفتاح بن سلیمان مشاد معاون وزیر حج و عمره عربستان و رئیس کمیته اجرایی همایش بین المللی حج هدف از برگزاری این همایش را معرفی بزرگترین دستاوردها و طرح‌های ارائه شده در حرمین شرفین برای خدمت به حجاج، ایجاد زمینه گفتگوی آرام در مورد مسائل امت اسلامی در موسم حج، دستیابی به ارتباط علمی مؤثر با مؤسسات و محافل علمی و پژوهشگران در بیشتر کشورهای جهان و ایجاد برادری و آشنایی بیشتر میان امت اسلام عنوان کرد. 43 همایش بین المللی حج تا روز پنجشنبه 25 مرداد در مکه ادامه خواهد داشت. برخی از گزارش‌ها حاکی از آن است که نیروهای رژیم صهیونیستی در مرز غزه نیروها و خودروهای امدادی را به صورت عمدی مورد هدف قرار می‌دهند. در روزهای اخیر یک نام دیگر به لیست شهدای امدادرسان تظاهرات بزرگ بازگشت که از 3 مارس سال جاری میلادی در جریان است افسوده شد. عبدالله القطتی روز جمعه 19 مرداد در مرز غزه هنگامی که در حال امدادرسانی به یک زخمی فلسطینی بود مورد هدف گلوله نیروهای رژیم صهیونیستی قرار گرفت و جان خود را از دست داد. صابرین قشته یکی از همکاران عبدالله القطتی با بیان اینکه نیروهای امدادی و به ویژه پرستاران که مورد هدف قرار می گیرند کاری جز مداوای انسانها انجام نمی دهند گفت عبدالله القطتی نیز مانند خانم رضا نجار در حال امداد رسانی به دیگران به شهادت رسید. رژیم صهیونیستی می خواهد این پیام را به ما بدهد که دست از این کار بکشیم و انسانها را به حال خود رها کنیم تا جان دهند. صابرین قشته با انتقاد از سکوت جامعه بین المللی در هدف قرار دادن امداد رسانهای فلسطینی تصریح کرد سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای زیرفت مسئولیتهای خود را در قبال حفاظت از نیروهای امدادی به جای آورند. اشرف القدره سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین درباره شهادت نیروهای امداد رسان گفت رژیم صهیونیستی کاملا به صورت عمدی به آمبولانس ها و نیروهای امدادی شلیک می کند. وی تصریح کرد از ماه مارس تا کنون 3 نیروی امدادی که کمک های اولیه را به زخمی های فلسطینی ارائه می دادند به شهادت رسیدند. همچنین 370 نیروی امدادی دیگر زخمی شده و 70 خودروی امداد رسان نیز مورد هدف قرار گرفتند. از اینکه ما را در این بخش خبری همراهی کردید کمال تشکر و سپاس را دارم. شب و روز خوش، خدایا رو نگهدارتون.